سلام دوستان با دوره آموزشی الگوریتم سیمپلکس در خدمتتون هستیم تو این دوره علاوه بر اینکه ما الگوریتم سیمپلکس رو با هم دیگه کار خواهیم کرد استفاده اون تو اکسل و لینگو رو مشاهده میکنیم یعنی اینکه ما الگوریتم سیمپلکس رو توی اکسل هم کد میکنیم هم توی لینگو توی اکسل یه دونه در واقع ابزار سالور ادینز هستش که از اون هم استفاده میکنیم تو لینگو هم دو تا حالت گسترده رو که به صورت مثلا متغیر دونه دونه وارد بکنیم و اینکه به صورت کامل وارد بکنیم هم میبینیم پس نه تنها الگوریتم سیمپلکس رو خواهیم کار،, خواهیم کرد اکسل و لینگو رو هم تو این دوره کار میکنیم فقط موردی که وجود داره قبل از اینکه این دوره رو بگذرونید لازمه که مدل سازی ریاضی رو مقدار بلد باشین که یک دوره قبل از همین توی وبسایت دیاکو قرار داده شده اگر تا حالا آموزش مدل رو ندیدین یا با مدلسازی سازی اصلا آشنا نیستین حتما این دوره رو ببینید اما اگر مقداری با مدلسازی آشنا هستین حالا توی دوره دانشگاه مثلا این رو گذرونی و الگوریتم سیمپلکس رو مرور میخوایم ببینین و یا اکسلش رو در واقع یاد بگیرین خوبه که نیازی نیست اون رو ببینین و با همینجا میتونین شروع بکنین در خصوص اکسل هم ما سه رویه رو داریم پیش, پیش, رفتیم تو این دوره یکی رویه هستش که من از فرمول های خیلی ساده مثل جمع و تفریق و ظرف فقط استفاده کردم و رفتیم جلو یکی دیگه هم هست فرمول نویسی تو اکسل رو انجام دادیم و بعد در نهایت رفتیم ادینز رو کار کردیم که اگر شما اکسل رو در حد تا فرمول های ساده هم بلد نباشین لازمه که دوره کاربردی اکسل ما رو توی وبسایت دیاکو ببینین که, و... که لینکش رو توی صفحه اول دوره سیمپلکس هم قرار دادم که اگر اکسل رو حتی سلولاش هم نمیدونین چی هست برین اون رو ببینین یه بار و بعد مثلا چند تا ویدیو اولش رو و بعد ببینین دوره رو چیز کنین لازم هم نیست همش رو ببینین یه سری که فقط خود اکسل رو با آشنا بشین چه ابزاری هست چه کمک هایی بهتون میکنه و بعد دیگه تو اینجا میتونیم با دوره پیش بیایم خب تو این دوره ما اولین قسمتی که میخوایم شروع بکنیم در واقع مفاهیم خود الگوریتم سیمپلکس هستش عملیات جبری سیمپلکس رو با هم داریم سیمپلکس در واقع یک سری کارهای ریاضی انجام میده و در شما پیش نیازش این هستش که عملیات جبری یک کوچولو بلد باشین که در حد دبیرستان هم مفیده میشه در واقع مثلا ماتریس عملیات پاشنگردی و پایه این که مثلا من ماتریس واحد داشته باشم ماتریس وارونم چطور به دست میادش و غیره اینها رو ما همه توی دوران دبیرستان داشتیم بس بچه هایی که در واقع توی دانشگاه دارن میخوان الگوریتم سیمپلکس رو پاس کنن یک دوره جداگونه جبر هم قرار دادن باسشون که پیش نیاز همین تقدر عملیات و الگوریتم سیمپلکس هستش حالا ما توی این وبسایتمون الان دوره جبر رو نداریم در حال حاضر اما عملیات جبری که توی سیمپلکس داریم انجام میدیم عملیات خیلی بزرگی نیستش که متوجه نشین اگر توی دبیرستان ماتریس ها یادتون هست و در واقع ما دستگاه های چند معادله و چند مچرور رو حل میکردیم از طریق عملیات ماتریسی خب بعدش الگوریتم خود سیمپلکس رو داریم وقتی که الگوریتم سیمپلکس و گام های اون رو شناختیم حل جدولیش که بر روی کاغذ هستش و توی دانشگاه 100 درصد لازمه و تو امتحاناتی که توی برای دانشگاه میگیرن توی کنکورهایی که دارن خیلی ازش میادش به صورت جدولی سوال ها به خاطر ما روی این تاکید کردیم و یه مثال هم توی این زمینه انجام دادیم بعد رفتیم همین عملیات جدولی رو فرض کردیم توی اکسل بخوایم انجام بدیم فقط دیگه ضرب و تقسیماشو لازم نبود دیگه من خودم انجام بدم خود اکسل نرم افزار اکسل واسمون انجام میده و تو اینجا میبینیم و بعد میریم فرمول نویسی تو اکسل همونطور که گفتیم و بعد از سالور ادینز اکسل استفاده میکنیم که یه پکیج واسه حل مدل های ریاضی هستش که مدل غیر خطی و عدد هم حل میکنه بعد از ابزار نرم لینگو استفاده میکنیم که لینگو یه نرم افزار معروفی هست واسه حل مدل های خطی و کدنویسی تو رو واسه مدل های خیلی بزرگ میبینیم و اینکه چطور میتونیم لینگو و اکسل رو با هم دیگه استفاده کنیم یعنی دیتا رو از اکسل بخونیم بدیم لینگو حل کنه و جواب رو دوباره برگردونه به اکسل بعد دیگه وارد الگوریتم دو فازی و ام بزرگ میشیم تبایه دیگه توی سیمپلکس رو میبینیم دوگان و الگوریتم دوگان تو سیمپلکس رو و در نهایت آنالیز حساسیت و استفاده از ابزار واتیف آنالایز توی اکسل واسه آنالیز حساسیت و خود سالور ادینس که ابزار باز آنالیز حساسیت رو داره توی اکسل خواهیم دیدش خب امیدوارم دوره خوبی رو با هم دیگه شروع بکنیم و تا آخر با من باشین و دوره براتون مفید واقع بشه ممنونم از توجهی که داشتین خدا نگهدار